دیدیم که عدد مختلط، یعنی یه بخش حقیقی داره یه بخش موهومی، بخش موهومیش در واقع واحدش آی هست دیگه. آی هم میدونید که آی مساوی رادیکال منفی یک، یا آی به تاندو میشه منفی. بعد یه سری خواص در واقع مثل شرکت پذیری و خواص جابجایی این چیزا رو در اعداد مختلط بررسی کردیم. عدد مختلط مزود چیه، فرم قطبیشون چیه، و دوباره در حالت کلی این موارد هم برقرار هست. و نهایتا هم گفتیم که مکان هندسی تمام نقاط داخل دایره به این صورت مشخص میشه که زد میتونه یه عدد مختلط باشه و همچنین برای داخل و خارج کره جفتشون. فقط ببینم نکته چیزی نمونده، خیلی یکی دوتا مثال بزنیم کوچیک. بفرم برای فرم قطبیش داریم مثال بزنیم، بگیم که زد مثلا مساوی است با دو به علاوه دو آی. سلام علیکم. فرم قطبیش خب میشد آر مساوی است با رادیکال ایکس دو به علاوه وای دو میشه رادیکال 4 به علاوه 4 که میشه تونیم بینید دو رادیکال دو. در واقع فرم قطبیش نهایتا میشه میشد آر ای به قوه آی تیتا دیگه. پس زد میشه دو تا رادیکال دو ای به قوه آی تیتا که تیتا میشد تانجانت معکوس در واقع سلام علیکم دو دوم که میشه پی چار. دو تا رادیکال دو ای به قوه آی پی چار. بفرمایید. سلام علیکم. میرم سراغ توابع مختلط. یه سری تعاریف داریم که اول باید اونا رو مرور کنیم بعد بریم سراغ توابع. خب میتونیم مورد اول رو بگیم، می نویسم دیگه چاره نیست. داخل کتاب من هست. تعریف بعدیمون مجموعه بجه باز بسته. جلوتر با این مجموعه ممکنه سر و کار داشته باشیم، من ناچارن می نویسم دیگه.
حالا خود تاب مختلط چیه؟ اینجوری بنویسیم که بگم تابعی که قلم روی آن یا بالاخره محدودش و بردش هم برد تابه رو که میدونی تو ریاضی خوندی. خب در حالت کلی میتونیم تابع مختلط رو به این صورت نمایش بدیم، بگیم که f z تابعی از یه عدد مختلط میشه u x و y به علاوه چی i v x و y، یعنی این خودش یه تابع که بخش حقیقی رو شامل میشه، v هم یه تابع هست که بخش موهومی رو شامل میشه، متشکل از دو تا تابع است، یه تابعش حقیقی یه تابعش موهومی. مثال اگر بخوایم بزنیم همچین تابعی مثلا اف زد مساوی است و هر چی شما بگید ایکس دو منهای وای دو، بگیم به علاوه آی دو تا ایکس وای. خب از این تعریفی که برای تابع مختلط داریم متوجه میشیم که در واقع یه جورایی به یه فضای چاربعدی نیاز داریم برای تعریف تابع که در دسترس نیست، پس میایم از دو تا فضای دو بعدی استفاده میکنیم. بذار من نکتهش رو بنویسم. یه متغیر های وی و یو خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی این فضای حقیقیمون زد رو اینجا نشون میدیم، این ایگرگمون باشه این هم ایکس و یه فضای دو بعدی دیگه هم استفاده میکنیم به فرد که این محور وی این هم یو در واقع مشخصه تابع مختلفمون خواهد. پس عدد مختلف خودش یه فضای جدا، خود تاب هم یه فضای دیگه، دو تا فضای دو بعدی استفاده کردیم. حالا میتونیم از این فضای دو بعدی مختلفمون یه نگاش داشته باشیم به فضای تابع مختلفمون، یعنی یه تابعی بهمون بدن که منجر به این نگاش بشه. چطوری بنویسم؟ خب این زیر می نویسم اگر هر نقطه از زد بگیم
خیلی خب، من یه اف زد بنویسم. اف زد میشه زد دو به علاوه سه تا زد. این میتونه یه نگاشت باشه دیگه. صفحه زدمون رو نگاشت میکنه به یه نقطه تو صفحه اف زد که دو تا عدد مختلف رو شامل شد. کسی سوالی نداره؟ حالا جلوتر یه مثال باید بزنم. این یه صفحه دو بعدیه که عدد مختلط رو شامل میشه. این چیه؟ یه تابع مختلطه که این هم دو بعدیه، U و V. در واقع اگر بخوایم یه تابع مختلط رو نمایش بدیم باید از فضای چهار بعدی استفاده کنیم که امکان پذیر نیست. پس میان یه فضای دو بعدی برای عدد مختلطه که زد باشه، یه فضای دو بعدی دیگه برای تابع مختلط. حالا یه عدد مختلط رو میتونیم نگاشت کنیم به صفحه‌ای که تابعمون اونجا هست. یعنی یه تابعی رو در واقع تعریف میکنیم که اعداد مختلفی داخلش هست به این صورت. این اف زد میشه نگاشت مثلا یه نقطه در صفحه زد به صفحه اف زد. حالا یه مثال میزنیم. در واقع همون تابع مختلط دیگه، تعریف تابع مختلط. خب U X و Y بخش حقیقی تابعمون هست دیگه، میشه ریل در واقع اف زد. سلام علیکم. بی ایکس و وای میشه بخش موهومیمون دیگه. اگر بخوایم مثال بزنیم، چیز سختی نیست. این مثلا x2 باشه به علاوه y2 به علاوه 3x. این هم مثلا 2xy به علاوه 3y باشه. اون وقت تابع مختلف که میشه چی؟ میشه بخش حقیقی x2 به علاوه y2 به علاوه 3x به علاوه در واقع i در بخش موهومیم 2xy به علاوه 3y. این میشه تابع مختلف. یه مثال بزنیم، مثال از نگاش. میگم فرض کنیم x مساوی 1 و y مساوی 2 باشه. اف زدمون چی باشه؟ شاید اون بالایی هم صد کنه، ولی خب اف زدمون باشه 2x منهای y به علاوه i بنویسم، جی ام می نویسم، 6x به علاوه مثلا y2. خب این چه نقطه ایه تو صفحه زد؟ این بگیم y x، اینجوری ننویسیم بهتر. این x یکه، این هم چیه؟ دو آی.
میشه همچین نقطه ای تو صفحه زد دیگه، درستن؟ تو صفحه اف زد نگاشتش میشه چی؟ نگاشتش همین تابه هست دیگه، این تابه رو باید پیاده کن. x رو به جای این قرار بدیم دیگه، بگیم اف زد مساوی است با x مون یکه، میشه دو منهای y هم دو به علاوه i در 6 تا x که x یکه به علاوه چی؟ 4. y دو دیگه، دو به تمام دو 4، این که میشه 0. پس این شد چی؟ 10i. پس نگاشت اون نقطه در صفحه z حالا تو صفحه f z میشه 10i. اگه بخوایم ساده ترجمه کنیم، فرض کن اینجا 10i باشه. این بگیم v باشه، اینم u، اینم بگیم y باشه، اینم x. بس چیز ساده یه دیگه، حداقل تو این مثال. پس این میشه همون تابع نگاشتمون. این شد اومگا. این هم از تعریف تابع مختلف. حالا برای تابع مختلف هم ما باید پیوستگی مشتق اینا رو هم تعریف کنیم دیگه، چون یه تابع است که باید حد ازش بگیریم، مشتق ازش بگیریم. این حرف میریم سراغ حد و پیوستگی، چون قبلا هم خوندید در واقع تعریفشون یکسان است. بگم اگر وقتی می نویسیم اف زد یعنی تابع مختلف، پس یکی از خواص حد برای توابع مختلط به این صورت است که مجموع دو تا توابع مختلط وقتی که زد به سمت زد صفر میره، میتونیم اینا رو به تفکیک هم بنویسیم، جوابشون یکی هست. این یکی یا حتی اینم برقرار است که لیمیت دو تا تابع مختلف تقسیم بر هم وقتی که زد به سمت زد صفر میره میشه لیمیت بالایی تقسیم بر پایین. یا حتی در مورد ضرب، لیمیت ضرب دو تا تابع مختلف اف زد در جی زد مساوی است با لیمیت اف زد ضرب در چی؟ لیمیت جی زد در حالی که زد برای جفتشون به سمت
زد صفر میره. یه چه خواصی دارن؟ در این سراغ مشتق، این حد و پیوستگی بود. پس حد شبیه همون حدی بود که قبلا خوندیم دیگه، تعریفش. آره دیگه، هر نقطه ای که شما میخوای حول اون حد بگیری، پیوستگی است. دو بار باید خط بگیر مثلا اول ایکس بگیری بعد اپا کل مجموعه زد داره به سمت صفر می. الان یه مثال میزنیم ببینیم، اصلا به قول شما اول ایکس رو سوق بدیم بعد ایگر، باید جفتش جواب بده. اگر امکان پذیر نباشه میگیم حد نداره یا مثلا مشتق پذیر نیست. از شروط مشتق پذیری لیمیت، الان تعریف مشتق رو بنویسم. در واقع همون تعریف مشتقی که برای توابع معمولی داشتیم، برای توابع مختلط هم همون تعریف. وقتی که دلتا زد به سمت صفر میله، این همون تعریف مشتقی بود که برای توابع عادی داشتیم، برای مختلط هم میبینید که یکسان است. و بریم یه مثال بزنیم که اون تکلیف اون سوال شما مشخص شه. مثال اینه، گفته مشتق در واقع اف زد مساوی است با زد بار یا مزدوج زد را به دست آورید. خب تعریف مشتق چی بود؟ اف زد میشه لیمیت اف زد به علاوه دلتا زد، همون چیزی که داشتیم، منهای اف زد تقسیم بر دلتا زد، که در حالی که دلتا زد هم به سمت صفر میده. زد چی هست؟ زد میشه ایکس به علاوه آی وای، زد بار مزدوجش میشه چی؟ ایکس منهای آی وای دیگه. و بیم جاگذاری کنیم، بگیم لیمیت ایکس به علاوه دلتا ایکس، خاصیت جابجایی داشتیم دیگه، منهای آی در وای منهای به علاوه دلتا وای منهای اف زد منهای این ایکس منهای آی وای. درسته؟ دلتا زد چیه؟ دلتا ایکس به علاوه آی دلتا وای. کسی سوالی نداره؟ این پس این چی بود؟ بذار اینو بکشم پایین یکم. این تیکش اف زد به علاوه دلتا زد هست، اف زدمون هم اینه، اف زد اینه. این تیکه چیه؟ خود اف زد، این هم که دلتا زد. آره دیگه، این صورت سوال اینه.
گفته مشتق این تابع رو حساب که یعنی مزدوج یه عدد مختلف. خب بریم ادامش بگیم که f پریم z مساوی است با لیمیت اینو چطوری تفکیک کنم x به علاوه دلتا x بذار خورده اون بالایی رو ساده کنم بنویسم x به علاوه دلتا x منهای آی وای منهای آی دلتا وای منهای ایکس به علاوه آی وای تقسیم بر دلتا ایکس به علاوه آی دلتا وای. خب این دوتا با هم میرن این ایکس هم با این میره دیگه میشه لیمیت دلتا ایکس منهای فقط اینو میمونه آی دلتا وای تقسیم بر دلتا ایکس به علاوه جی آی دلتا وای در حالی که دلتا زد به سمت صفر یعنی چی دلتا زد به سمت صفر بره؟ آره دیگه دلتا ای دلتا ایکس منهای آی دلتا وای تقسیم بره دلتا ایکس به علاوه آی دلتا وای بگیم دلتا ایکس به سمت صفر بره دلتا وای هم چی به سمت صفر بیایم تیکه تیکه این کار رو انجام بدیم میام میگم که لیمیت در واقع منفی آی دلتا وای تقسیم بره آی دلتا وای به سمت صفر میشه چی؟ میشه منفی یک دیگه این آی با این میره و لیمیت دلتا ایکس تقسیم بر دلتا ایکس هم اینم میشه یک می نویسم این تابلو مشتق پذیر نیست مطمئنی؟ نه سوال آها سواله فکر میگی نیستن نه چرا هستن حالا جلوتر مثال اگر برسیم حل بکنیم این یکی مشتق پذیر نه چون حد نداشت دیگه دوتا جواب دستیم خب اینا همه تعاریف بود حالا یکی دوتا مثال حل کردیم حد و پیوستی و مشتق شریفه بود که قبلا خوندید دوباره میریم سراغ یه سری تعاریف دیگه اینا چاره‌ای نیست باید بگیم هرچند کسل کننده است ولی خب بگیم تابع تعریف تابع تحلیلی خب هرگاه یک همسایگی z صفر موجود باشد که آره منطقه در تمام نقاط همسایگی z صفر اگر اشتباه نکنم که این تابع در تمام
این تعریف تابع تحلیلی هست که گفته در زد مساوی زد صفر را تحلیلی گویند هرگاه یک همسایگی زد صفر موجود باشد که این تابع در تمام نقاط همسایگی اون زد صفر مشتق پذیر باشد. ببینم یه مثال گیر میارم. مثال بگیم که اف زد مساوی یک بر روی یک منای زد. خب از اینجا مخرجش بگیم یک منای زد مساوی صفر، زد میشه یک. مثلا یه مثال ساده یک بر روی یک منهای زد، حالا هم اگر زد یک ریشه رو برابر صفر قرار بدیم زد بشه یک، میگیم در همسایگی زد صفر مساوی یک یا زد به سمت یک تابع تحلیلی نیست چون مشتق پذیر نیست. یعنی دیگه اگر لیمیت بگیریم مخرجش بشه صفر، عدد بر صفر میشه بی‌نهایت دیگه، معنی نمیده. جفتشون یه مگه ندیدی جفتشون باید به یه سمت و اون نقطه میل کنن یا مجموعشون یا جفتشون یا اندازشون؟ ولی حالا چون صفیه ما زده، ما زد رو نگاش کردیم به یه تابع اف زد، الان یه متغیر زد داریم دیگه، اینجوری حساب کنیم. یه تعریف دیگه هم داریم، تابع تام. خوب آخر کلاس برای خودتون مشغولیم. اشکالی نداره، با مرور انشالله حل میشه. آخه چهره ها جدیدن و همه رفتن اون ته کلاس برای خودشون. اون کلاس کوچیک ها اونا بهترن دیگه، همه البته این حتما شلوغ بوده کلاس که. ما دوری کارشناسی یک کلاس بود الکترونیک سه، مثلا می رفتیم اون ته می نشستیم. چرا؟ چون استاد بلند می شد هی اینجا توضیح می داد این وقت ها تحریم برای افتاید می گرد کار ما می رفتیم اون ته، بعد اون موقع سندلی هم مثل این بود فکر کنم ها وسط و سندلی می چیدیم تو اون راه رو از اون بیشتر دیگه جلو پنده درست به من نرسه هی می اومد. ولی شما چرا رفتی من درک نمی. چی؟ آه هوا خوبه اونجا؟ صدای منم که نمیره، صدای اونجا خیالتون راحت. چیو می نمیسیم؟ Thank you.
خیلی خوب دقت کنید اینجا رو، یه قضیه میخوام بگم. سوال از اینجا میاد، شما این درس رو ندارین؟ مهمون هستین؟ اشکالی ندارین. سلامت. خوب پذیرایی کردین شما، آبرومون نره. حالا یادم نیست تا کجا توضیح دادیم، تابع تحلیلی رو تعریف کردیم به این صورت است، تا اونجا ضبط شده بود، تابع تام رو هم تعریف کردیم، رفتیم سراغ قضیه مهم اول کوشی ریمن. اگر من تلفظش البته درست گفته باشم، گفته هرگاه تابع مختلطی به این صورت داشته باشیم، که اینم میتونم به فرم کلی بنویسم به این صورت، بگم اومگا مساوی است با یو به علاوه آی بی، در نقطه زد مساوی ایکس به علاوه آی وای داره مشتق باشد خواهیم داشت. این یعنی مشتق اون میشه، این اینجوری مشتق میگیریم از تابع مختلطمون. حالا گفته اگر مشتق داشته باشد، این اگر مشتق داشته باشد چطوری چک کنیم از شرایط مشتق پذیری؟ یعنی این دوتا شرط رو بررسی میکنی، اگر اینا برابر بودن میگیم تابعمون مشتق داره، بعد میریم مشتق. پس اول شروط مشتق پذیری چک شود. برقرار بودن یعنی این. خیلی بریم یه مثال بزنیم، مثال شاید ساده باشه ولی یه مقداری نه سخت نیست، مثال اولیش ساده است. خب مثال گفته مشتق اف زدمون مساوی همون زد بار، اف پریم زد مساوی چند. خیلی خوب، زد که میشه ایکس به علاوه آی وای، زد بار هم که اف زدمون هست میشد جی ایکس من های آی وای. بررسی شرایط. اشکالی نداریم، بذار دوباره بررسی کنیم با این اون سخت بود، یه کمی مفهومی بود، این راحت تره دیگه. این آقای کوچی ریمون بند خدا رفته اینا رو درست کرده، نمیذاری بود استفاده کنیم. خیلی خوب، میگم روند یو به روند ایکس. یو کدومه تو این تابه؟ این یو دیگه، اینم ویه، درسته؟ روند یو به روند ایکس میشه چی؟ یک. روند وی به روند وای میشه چی؟ نه، منفی یک. این دوتا برابرن؟ طبق این شرط دیگه روند یو به روند ایکس مخالف با روند وی به چی؟ روند وای. پس مشتق پذیر نیست. درسته؟ اینو زدیم. خب مشتق ایکس میشه یک دیگه، مشتق وی هم نسبت به وای میشه منفی. در واقع این یه تابع ساده است دیگه، یومون فقط یه ایکسه، وایمون هم یه منفی وای، ویمون یه منفی وای هست. میتونیم یه مثال دیگه، حالا تو کتاب ها مثال زیاد است، یه مثال میتونه پیچیده تر هم باشه ولی سخت نیست، مشتق گیریه.
اف زد مساوی زد دو، اف پریم زد میشه چند؟ زد میشد چی؟ ایکس به علاوه آی وای. زد به تمام دو میشه چی؟ شد ایکس دو به علاوه دو آی ایکس وای به علاوه وای دو دیگه، درسته؟ این البته میشون منفی. حالا کار چی کار چرا اون کارو بکنیم؟ اون کارم میتونی بکنی مشتق بری، ولی این ساده تره. آی به تمام دو میشون منفی یک دیگه، منفی ایگرگ دو. خب بیام اینو تفکیک کنم، بخش حقیقی موهومیش ایکس دو منهای وای دو، این میشه بخش حقیقی به علاوه چی؟ آی در دو ایکس وای. پس این میشه از تابع مختلط هم، این میشه یو، این هم میشه چی؟ وی. بریم شرایط رو بررسی کنیم. خب روند یو به روند ایکس میشه چی؟ دو ایکس و روند وی به روند وای میشه چی؟ این هم میشه 2x برابر اندرسه. خیلی فعلا یکیش اوکیه، این اوکی شد. شرط دوم چی بود؟ روند یو به روند وای، روند یو به روند وای این میشه چی؟ منفی 2y و باید برابر چی باشه؟ منفی روند وی به روند x، منفی روند وی روند x مساوی است و منفیشو بزنیم روند v، اینم میشه چی؟ منفی 2y. پس مشتق پذیره، درسته؟ می نویسم مشتق پذیر است. بریم مشتقش رو حساب کنیم. حالا f پریم z میشه چی؟ شما بگید. روند یو به روند ایکس به علاوه آی روند وی به روند ایکس. میتونید از این هم استفاده کنید یکی. حالا ما اولی رو استفاده کنیم، روند وی به روند ایکس. خب میشه چی؟ روند یو به روند ایکس دو ایکس دیگه. بله یه آی داریم اینجا، روند بی به روند ایکس باز میشه چی؟ دو وای، درسته؟ پس شد دو تا ایکس به علاوه آی وای شد چی؟ دو زد. ببینید شبیه همون دو مشتق ایکس به تمام دو میشه دو ایکس، درسته؟ زد به تمام دو شده دو زد، یعنی همون چیزی که انتظار داشتیم به دست. خیلی خوب، میریم سراغ توابع همساز. اینم میتونه سوال امتحانیتون باشه، چون کاربردی هستن میگم دیگه، یا همون هارمونیک. I'm
یعنی چی در معادله لاپلاس صدق کنه؟ یعنی معادله لاپلاس چی بود؟ یو ایکس ایکس به علاوه یو وای وای مساوی صفر. بگیم و پیوسته باشه و در معادله لاپلاس هم صدق کنه. در واقع این میشه چی؟ شرط همساز بودن. همساز بودن تابع پیوسته. خیلی خوب، بریم یه نکته هم بگیم. دقت کن اینجا رو، دقت کن. گفته اگر تابع همساز یو رو داشته باشیم، یعنی تابع یوی داریم همسازه. یو چی بود؟ بخش مثلا حقیقی تابع مختلطمون. تابعی مانند وی وجود داره که آن را مزدوج همساز گویند، در حالی که جفتشون تشکیل همون تابع مختلط ما رو میده. لذا در صورت همساز بودن یو میتان وی را از روی آن به دست آورد. چطوری؟ چون وی مزدوج همساز هست. و در نتیجه تابع تحلیلی اف زد را مشخص کنیم. یعنی فقط به شما یو رو میدن، میگن این تابع همسازه. برای ما اون تابع مختلط وی به علاوه یو به علاوه آی وی رو به دست بیار. چرا؟ چون یو رو داریم. دی یو به دی ایکس هم به دست بیاریم. دی یو روند یو به روند وای هم به دست بیاریم. اون وقت میتونیم این مشتقات رو هم از این شروط مشتق پذیری به دست بیاریم. درسته؟ ایکس دو منهای وای دو تو کدوم بخش؟ به عنوان یو میتونه صدق کنه. الان یه مثال حل میکنم، همون مثالی که شما میگی رو حل کنیم. خیلی
میگم مثال فرض کنیم تابع x2 منهای y2 تابع بگیم شرط همساز بودن را بررسی کنید و در صورت مثبت بودن جواب بگیم اف زد مساوی یو به علاوه آی وی را به دست آورید. خوبه؟ این چیه خودش؟ یو دیگه این درسته؟ بخش حقیقی دیگه. پس میام میگم که در پاسخ میگم یو مساوی است با همون چیزی که به ما داده. بعد شرط همساز بودن رو بررسی کنیم. شرط همساز بودن چی بود؟ اینه. خب شرط همساز بودن صدق کردن در معادله لاپلاس. خب میگم یو ایکس که میشه رونده یو به رونده ایکس میشه چی؟ دو ایکس. و یو ایکس ایکس میشه چی؟ میشه دو. یو وای میشه چی؟ رونده یو به رونده وای میشه منفی دو وای. و یو وای وای هم میشه چی؟ منفی دو. خب بگیم اینو این باید برقرار بشه. دو منهای دو میشه صفر. بعد همسازه یو ایکس و وای چیه؟ همساز است. شرط صدق کرد. حالا باید چی رو به دست بیاریم؟ و وی رو به دست بیاریم. وی چیه؟ مزدوج همساز. چطوری محاسبه کنم؟ با استفاده از این شروط مشتق پذیری بود. چی بود؟ روند یو به روند ایکس. روند یو به روند ایکس شد چی؟ دو ایکس. این مساوی چیه؟ روند وی به روند وای. این یه شرط. شرط بعدی چی بود؟ روند یو به روند روند یو به روند وای مساوی منفی فرق نمی کنه منفی رو سمت نیست روند وی به روند ایکس. یا بذار بنویسیم بنویسیم این چی بود؟ منفی دو بود. درست؟ منفی دو وای بود. یه منفی هم درش ضرب شه میشه دو وای. درسته؟ برابر چی باشه؟ روند وی به روند ایکس. خیلی خوب. در واقع این استفاده از شروط مشتق پذیری با استفاده از شروط مشتق پذیری چی؟ کوشی ریمن. این همونه دیگه. همین است که تو قضیه کوشی ریمن دیدی. وی میشه چی؟ بذار از این پایین میشه چی؟ صفر؟ وی رو میخوایم به دست بیاریم دیگه. ببین مشتق وی نسبت به ایکس شده دو وای. انتگرال بگیریم نسبت به ایکس.
این میشه چی انتگرالش؟ اینجا رو توجه کن، این میشه چی انتگرال روند وی به روند ایکس؟ خود میشه وی دیگه، مشتق انتگرال ازش بگیریم میشه وی، وی مساوی است. انتگرال این میشه چی نسبت به ایکس؟ میشه دو وای ایکس دیگه، درسته؟ که مشتقش بگیریم به علاوه چی؟ یه اچ وای هم احتمالا داشتیم که مشتقش نسبت به ایکس شده صفر، درسته؟ مطمئن نیستیم اما میتونه وجود داشته باشه. بالای چی؟ مشتق این نسبت، انتگرال این نسبت به ایگرگ میشه چی؟ میشه وی. بگیم انتگرال خب این میشه چی؟ دو ایکس وای به علاوه چی؟ من اسمشو میذارم حالا به قول شما اچ ایکس که مشتق شده صفر. تا حدی به دست اومد جوابمون. الان مبهم این دوتا است، درسته؟ چون این دوتا ترمش که یکی هم دیگه، وی هم اینجا این به دست اومد، بالا هم همون به دست اومد، درسته؟ خب میشه همچین چیزی؟ لازم دقت کن، وی رو تقریبا به دست آوردیم، این ترم اولشون چیه؟ یکیه. خوبه دیگه، یه نصفش به دست اومد، یکیه. پس میگم وی ایکس و وای میشه چی؟ دو ایکس وای به علاوه یه ثابتی بوده که دیگه، نه چون نه تابعی از ایکس نه تابعی وای، یه در ثابت بوده احتمالا که میتونه حتی صفر باشه. منطقه بذار ببینم اینو چطور یه کمی راحت تر توجیه کنیم. حالا یه خورده بذار فکر میکنیم. پس اف زدمون شد چی؟ نهایتا یو رو که بهمون داده ایکس دو منهای وای دو، ایکس دو منهای وای دو به علاوه آی در چی؟ وی. ویمون چیه؟ دو وای ایکس. این شد جواب مسئله مون. یه تیکر رو داده بود، ما اون تیکر رو به دست آوردیم. چی؟ سی صفره. حالا بذاری یه کمی میتونه صفر هم نباشه. خب آخه عدد، یعنی آخه چطوری نمیتونه عدد باشه که، چون ما تابمون مختلط عدد نداریم، یا باید ایکس باشه یا وای دیگه. ببینید ما از اچ وای اینجا اچ وای رو به دست آوردیم، درسته؟ فهمیدیم یه تابع وای قسمت دوم. بالایی هم حساب کردیم، قسمت اولش که یکی شد با پایینی. سلام علیکم. منتها به اصرار شما من نوشتم اچ ایکس، در صورتی که این دوتا دیگه باید یکی باشن، یعنی این میتونست چی باشه؟ اچ پریم وای یا انتگرال گرفتیم. میخوام اینو بگم که میخوام بگم این تابعی از وایه، تا
تابعی از وایه. این اچ ایکس اینجا اینجا گفتیم تابعی از وایه دیگه. اگر تابعی از ایکس بود یه ترم اینجا داشتیم دیگه، درسته؟ این از اینجا دقت کن، طبق این قرض شرط کوشی ریمن ما اومدیم انتگرال گرفتیم، شد وی مساوی دو ایگرگ ایکس به علاوه تابعی از ایگرگ. بخش دوممون پس تابعی از ایکس نیست، اینو حداقل فهمیدیم. آره دیگه، چون مشتقش نسبت به ایکس شده صفر، پس این بالایی هم باید تابعی از ایگرگ باشه. منتها اگر تابعی از ایگرگه چرا توی مشتق ظاهر نشده؟ این تابعی از دیگری بیگی فرمشو دوم درسته که مشتقش نسبت به x شده 3، نداریم دیگه. این که شد این که تابعی هم دیگری کردیم که مشتقش نسبت به x شده 3. پس این ترم هم میدونیم یه تابعی از دیگری، این هم دیگری دیگه که تا بی دیگه چیزی دیگه این نداره که تو ایگری x داریم، تو ایگری x داریم، یه چه بایی داریم. حالا شما گفتی h x، خب اشکالی نداره، از اول میتونستی اول اون رو حل کنی بگی h x. حالا این تابعی از ایگرگه، همون مثلا اچ وای، درسته؟ منتها اگر این اچ وایتون مقدار داره، عدد داره، مثلا یه تابعیه، چرا نسبت به ایگرگ که ازش مشتق گرفتیم هیچی نداده بود؟ پس صفر صفر بوده دیگه اون چیزه. حالا نمیدونم چطوری بنویسم، یه کاریش میکنم. خسته نباشید.